توی این ویدیو به عنوان دروازه‌بان استخدام بایر مونیخ میشیم و 24 ساعت دروازه‌بانشونی. اما همون اول مربی ما رو توی ترکیب راه نمیده، پس با تمرین‌های سخت و تلاش‌های طاقت فرسایی که شبانه روز انجام میدیم خودمون رو توی ترکیب فیکس میکنیم. در نهایت می‌خوام ببینیم که توی 24 ساعت اگه دروازه‌بان بایر مونیخ ما باشیم میتونیم تیمو قهرمان چمپیونز لیگ یا لیگ بکنیم. سلام و درود خدا بر شما باد. امروز اومدم با یک کسی که بالاخره از خود تعریف نباشه مدال نقره مسابقات بین‌المللی لالیه مازندران رو داره به عنوان دروازه‌بان. میخوایم بریم آقا ببینیم که من توی واقعی دروازه‌بانیم خوبه فقط، یا اینکه اینجا هم دروازه‌بانیم خوبه. شاید واسه خیلی سوال پیش بیاد آقا آره من مهاجم بودم، بعد یه روز بارونی بود دروازه‌بان نیومد، یه مسابقه بود، من مثلا نمیخواستم دروازه‌بان باشم، من گذاشتم همینجوری دروازه‌بان، چون حالا یه چند تا بازی هم همینجوری تو تمرین دروازه‌بان وایساده بودم. بعد اون کلا مسابقات ما نقره گرفتیم، فکر کنم هم چهارم شدیم، نمیدونم چهارم چجوری نقره گرفتیم، دوم شدیم. از اون به بعدم دوباره یه مسابقه دیگه که پیش اومد دوباره من دروازه‌بان بودم، بعد حالا هی سوئیچ می‌کردم بین دروازه‌بانی و فورواردی. آره حتما لایک این ویدیو رو فراموش نکنید که با اس انرژی دمتون گرم. آقا من می‌خوام دروازه‌بان بایر مونیخ باشم، نمی‌دونم چرا بایر مونیخ ولی همینجوری گفتم بایر مونیخ. من نویر رو می‌خوام. اوه نویر تو رزرواس، ولی من میگم بگیریمش. راستی دارم یه دونه ویدیو چیز میگیرم، یک روز ویلاگ با من، اگه نمیدونم این اون زودتر میاد یا این ویدیو، ولی اگه این ویدیو زودتر اومد حتما اونم ببینی. خیلی خب مانوال نویر اومد. آقا این که خوبه، اینو چجوری تو راه نمیدی تو اون بالا سمت چپ نگاه، با این ترتیب تو فیکسی که. آره کلا بریم تمرین. ببین اون بالا سمت چپ رو میبینیم، اگر یه ذره بیاد عقب روی اون وسطی قرار بگیره دیگه فیکس نیستی، به عنوان تعویضی میایم، پس باید تمرین رو قشنگی رو انجام بدیم که همیشه فیکس باشیم. سریعا تمرین های سخت رو برای مانوئل نویر اضافه کردیم تا با تلاش های سختی که انجام میده برای همیشه خودش رو فیکس نگه داره. مانوئل نویر تمرینات سخت خودش رو به بهترین نتایج که میتونست پشت سر گذاشت و تونست بودنش توی ترکیب اصلی یا ترکیب فیکس رو بهبود ببخشه. اکثرا رو ای زدیم یه دونه دی افتاد. آ سمت چپ بالا رو ناکن دیگه راحت فیکسیم. پس دریم بدون ماتری رفتیم واسه بازی اول، یعنی بایر مونیخ خوره آل بتیس و ما توی ترکیب اصلی فیکس بودیم. ای والا ای والا. سلام علیکم آقا نویر اومده پس از مسئولیت دوران دروازه‌بانیش رو طی بکنه. بریم جلو بریم جلو بریم جلو بریم جلو بریم جلو. برو برو نویر بریم. وایسین وایسین دوستان، دوستان من دارم میام. ای واش ای واش ای واش ای واش. بگی برو. اوه یارو داره میاد، یارو داره میاد. زد حمله تک به تک مانوئل نویر. آقا یون حرکت کنین، برو ببینم شوت به خدا مگه من بذارم یکی دیگه بخوریم. بگیرین بده بریم. نه زد حمله بعد روی دروازه ما. شوت نکنه. شوت توی دروازه گل. شوت نکنه. بزن بری. بده من. ای خاکتون سرت، دروازه خالی آش. برام پدرتون بده من. شوت کن. توی دروازه گل یک. ای. نگرش دار. آه حضرت عباس. بگیر. نه بابا مگه میشی؟ شیت. بگیرش. پنالتی دادی احمد، خاکسون سرت. من پنالتی دادی چرا؟ وای راست میزنه خدا شاهده. نه بزن سکاته سکروت. شود نکنه. وای نمیرسم. دروازه خالیه. خدا زد به خدای تیرک بخوره گل نشه. بلاشو حاس بده من. خب پنالتی، خدا وکیل پنالتی. حاجی بزن گل شه دیگه خدا وکیل. بارکشالا چه انمالی شد، الان یارو شوتر رو میزنه. تیره دروازه هم میکنه. بگی بزن بچرخ بزن بچرخ شوت هیچ کن. نه گلو زدیم باز دوباره. لای شک 5-3 داریم میبریم. بده دیگه بده دی سگول. بازی رو 7-5 بردیم. چه نمره ای رفتم؟ رضایت مربی از من چقدر است؟ منهای 15 کرد چون یکم راضی نبود، ولی خب بدم نبودم. اوکی نویر باز دوباره رفتش تمرینات سختی و انجام داد تا بتونه بهتر دروازه‌بانی میکنه. تلاشش رو بیشتر کرد، سر کرد نقاط ضعفش رو بهبود ببخش و دیگه گل نخوره. در همه تمرینات نمرات خودش رو بالا برد. از اونجایی که دید مربی دیدش توی کاری هجومی داره خوب کار میکنه بهش چالشه، کورنر و پنالتی رو داد. دیدش که واقعا داره خوب کار میکنه و ازش خواست توی کارهای هجومی تیمو کمک کنه. توی همه تمرینات نمره A رو گرفت و مربی کاملا ازش راضی شد، پس رفت سراغ بازی بعدی. آسو در
دروازه ایم، تو دروازه ایم، خیالمون راحته، نمره 6 داریم فعلا. اوه 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 بگیرین. وای 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 خطرناک. وای نیمه اول که نشیدم. اوه 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 سه دمده خطرناک روی دروازه ما فیورنتینا. آقا اون چپ رو بگیرین، از چپ سان نکنن، سان خیلی خطرناکه. سان نکنم من بقیه رو در میارم، قول میدم. خدای گل بخوریم ما، به خدای گل. وای نزنه حاجی، نزنه. وای وای حاجی جان، وای وای گل خوردیم، وای گل خوردیم. ای وای منو تعویض کرد، منو تعویض کرد. 2-1 ولی بردیم، این خوبه باز. ایمین های 15 باز زوراج بعد داریم بازی میکنیم، همش داریم میریم جلو، نباید بری جلو. بازی با یوونتوس هاجی بازی مهمیه. ما زوبر با تمرینایی که دادیم اعتماد مربی رو جلب کردیم و توی ترکیب اصلی فیکس بودیم. حاجی اصلا ببین، اصلا توی این بازی جلو نمیرم، جدی دارم میگم، اصلا جلو نمیرم، اصلا به زر نمیارم، واقعا فقط دروازه. گل اول زدیم، گل اول زدیم، بار کلا همینجوری بعد تو دروازه باشیم، همینجوری بعد تو دروازه باشیم، گل اول زدیم. وای وای فدریکو کیزا داره میاد همینجوری داخل، نگرفتی منو سوپ شو، خطرناک میتونه باشه. همون شوت کن، همون شوت کن، همون شوت کن، شوت کن بابا، شوت کن. وای وای بگیرینش، هیچ کار نمیکنه، خدا هیچ کار نمد میکنه. نه دمت گرم نوگر، دمت گرم نوگر. نیمه اول کلین شیت و یه شوت زده. وای 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 دمت گرم. اوف وای وای نشود نشود نشود، برس گل نشود تو دروازه گل. وای وای خاکتون سرتون کنه، دفاع داره خالی میشه. بزن بارکلا، تمام میشه کار. دو بره که با یونی میبره یوونتوس بزرگ رو. حاجی بینم الان از من راضی بودید بعد تلاشی کردم؟ ای 5 تا کم کرد، باز بیشتر راضی بود، از همه بازیامون بیشتر راضی بود. ببین سوپر کاپ با لایپزیگ بعد اینو بریم بازی بکنیم، یه ذره ازمون داره ناراضی میشه، حتما ما بریم تمرین کنیم. باز دوباره تمرینی که انجام داد رضایت توخل رو کسب کرد، پس آماده یه بازی شدیم. این بازی برای جفتیم خیلی مهم بود، چون هر کسی این بازی رو می‌برد سریعاً کاپو بالای سر می‌برد. آخه جامو کنار زمین من نمی‌بینم، جام کجا برداشتم بردم؟ وای وای پاس ریزی باید از بازیکن لایپزیگ داره میام واسه دیدم روی دروازه ما، باید حواسمون باشه گل نخوریم، میتونن شوت بکنن، نگرانش دارین. بابا گفتم اینور بگیر، به خدا من گفتم اینور رو بگیر. آخه خیلی بد داریم دفاع می‌کنیم، خیلی بد داریم دفاع می‌کنیم. نه نیمه اول یکیش باختیم، کابو نمیگیریم اگه اینجوری پیش بریم. وای حاجی و دفاع رو علکی دارین خالی میکنی، خدا جانه بگیر. حاجی وسط خالیه، وسط کاملا خالیه، این برسه زده و سکتون روحتون خدا وکیلی. شوت کن شوت کن شوت کن، هرک هنگوله. وای نیمه دوم هم یک شک کریم، باید داریم وقت اضافه. ای پنالتی شد، بگیر بگیر بگیر، بارکلا. حاجی بزن بره تو گل، بزن بره تو گل، یکی ماشاءالله یکی بالا. دوباره من اینو تو دروازه قرار گرفته، به سمت کجا میخواد بزنه؟ به سمت این ور میزنه، باز به خودم اون سمپریدم گرفت گل. چی دارم میگم، گل نگرفت، گل شد. اینو گلشون خواهش میکنم، سکت رو پدرت، گلشون خواهش میکنم ازت. ماشاءالله مساوی این فعلا. حاجی اینو باید بگیرم، اینو باید بگیرم، اینو اینوری میزنه، خدایمون اینو باید بگیرم، اینو 100% باید بگیرم. بگیر بارکلا حاجی، این گل بشه بردیم، این گل بشه بردیم جامو. حضرت عباس یا علی مدد، توی دروازه تمام میشه کار، ما درخشش مانوئل نویر سوپر کاپ رو میبریم. جام آقا جام چی شد؟ جان داداش جام چی شد؟ آقا جام ندادن به ما. آقا نویر رو چرا؟ آقا اونا رو نمیخواد روزی کنی باهاشون. آهان بارکلا، برو 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 بالای سر جامو. حالا نویر اولین جام خودش رو بالای سر میبره، بعد حالا شای سخت و فروان که به اینجا رسید تونستی میشو قهرمان بکنه. حاجی مگه میشه؟ اصلا منفی پون به منفی 15 داد، او سگول پنالتی آخر رو نمیگرفتن باخته بودین. لیگ شروع شده بود و بایر مونیخ پنجم بود، پس باید با لورکوزنی بازی میکرد که چهار روم جدوله. ازم راضی شد آجی، ازم راضی شد. حل از میگه که خیلی خوب بازی کرده بود و مربی راضی بود، توی ترکیب اصلی فیکس بود. ما به برد این بازی نیاز داشتیم تا بتونیم جایگاه خودمون رو تو جدول ارتقا بدیم. سر توپ از من بده بش بگیرش. ما نیمه اول هیچ گویی نخوردیم، فقط کلینشیت کردیم، تمامه. با کلینشیت کردم، کلینشیت کردم، بازم خوب بود. آقا چرا منهای 15؟ چی میخواستی خبر مرگت؟ اصول گل نخوردین دیگه، چی میخوای؟ حالا وقت بازی های چمپیونز لیگ بود، اما این بار مقابله من یونایتد. اما از اونجایی که مانو لوگر روحیش تضعیف شده بود به خاطر بازی پیش و سیف هایی که نداشت، قبل این بازی تمرین سخت رو انجام داد تا بتونه توی این بازی بدرخشه. پس مربی نهایت رضایت خودش رو از نویر ثابت کرد. مربی ازش انتظار 8.5 تا امتیاز، 80% سیو و یک گل داشت. آه کارو من در میارم، نگران نباشین، تو چمپیونز لیگ من کارو در میارم.
شوت کن وای ارسالش کن ارسال شوتش کن توی دروازه است. نوگر نیمه اول کلین شیت کرد، ولی میرفتیم سراغ نیمه دوم. بده عقب بزن، شوت کن هرکن شوت. گفتم بپر بر اون پدرت لعنت. گام چه بیرون بهتر انگار رو گری تعویضش کردی. بازی 2-1 شد، خوب شانس آوردیم. اولا منای 15 آقا یه ذره اومدیم جلوتر، صدر جدول رو تسخیر کردیم در چمپیونز لیگ، اما بعدیتمون به شدت رید است، چون توخل انقدر ازمون ناراضیه که حتی ممکنه همین چرخو بکنم تعویضی هم رامون نده. پس بریم تمرین کنیم. ما تمرین کردیم داره اون بهتر شد اسکول. بازی داریم برگشت با من یونایتد و بایر مونیخ. ما آها مانوئل نویر تعویضی اومد تو. منو بجه یه بازیکن آورد تو. یعنی چی؟ عجیبا غریبه. منو بجه بازیکن آورد تو. آخه تو رو خدا گل نخوری ما. خدا وکیل نخوری یا. خدایی نه. گمشین دوستان گمشین. بزن تو گل. نه آه کورنره، من چرا هی میرم عقب؟ مگه میشه تیرو لرز دارم من میکنم در عرض یک ثانیه اونجا رفتم؟ تم گل توی دروازه. سوتا بزن دیگه، تموم میشه بازی با کلین شیته آقا نویر. بازیو میبریم و صدر جلال چمپیونز لیگ میمونیم. فقط دلم میخواد بگی ناراضیم خدا شاهده میرم جلو. آفرین. ایو تو جدول خودمون سوم که ریدین. مانوئل نویر بار دیگر باید به سخت کوشی های خود ادامه میداد تا باز دوباره به روند و روتین عادیش برگرده و بتونه در ترکیب اصلی فیکس باشه. پس به تمرین های سختش ادامه داد تا دوباره مربی رو از خودش یک مقداری راضی تر نگه داره. حالا یه مقدار راضی تر شد، 193 تا ازم راضی شد. خوبه. توی چمپیونز لیگ به مرحله 1/8 هستی رسیده بودیم و خورده بودیم به رئال مادرید. با تمرینی که کرد پیتزا رو گذاشت کنار و شبا زود خوابید و تونست رضایت توخل به دست بیاره و کاملا هم اوورالش رو برد بالا هم آماده ترکیب اصلی مقابل رئال مادرید شد. مانوئل نویر خودش رو به بازی بزرگ رسونده بود، جایی که باید مقابل بزرگترین تیم چمپیونز لیگ قرار می گرفت. او سرمربی 7.5 تا نمره ازم میخواد و 80% سیو اوه رئال مادرید داره دم میزنه روی دروازه ما. حواسمون باید جمع باشه اونجا. بگیر رو گازشو بگی بزن شوت رو. چه گولی میزنیم توی این بازی؟ رکوردمو میشکونم. وای بگیرین وسطو. بده من گم شو کنار. عجب خری تو. نگاه کن رید با اون پاسش. ای ریدم بابا بی پدر، چرا من نمیگشی بیرون؟ اون گوسفند دلی خوبت بگشی بیرون. 5-1 باختی، خاک سمون سرت کنن. من حداقل دوتا خورده بودم، دروازه‌بانی که وردی 3 تا خورد. باشا من 25 رو کم کن. گاوی نمیفهمی تو. حالا به بازی برگشت با رئال مادرید رسیده بودیم و باز هم به من اعتماد کرده بود. ببین آقایون، بازی برگشت بسپاریم به من. 5-1 خوردیم، باید بریم جلو. گو نخوریم مثلا اگه این نیا جلو. من باید بیام جلو. برای مونیخ به شدت به حمایت هوادارا نیاز داشت تا بتونه 4 تا گل بزنه و تازه مساوی رو برمقام بیاره. بگیر بابا دیگه، من چجوری بگیرم؟ تو دست سلام از ثبته. بگیر کین. بزن شوتشو برات کن. همینو من میخوام. اینو من میخوام. آقای کیمیش خان دیگه صبر کن. نری خواشن بده ها. هری شوتش کن. هری خدایی شوتش کن. دروازه خالیه، شوت کنه گله. یه ریدم تو قبر پدرتو. آقا من هیچ نمیدونم، من فقط میخوام برم جلو گل بزنیم. نمیدونم من تعویضم کرد کور خر باختیم دیگه. آج 3-1 باخت، اصلا زورمون نرسید به راه. آی دومی ماجی قهرمانم نمیشه. کلا 3 تا بازی مونده مگر اینکه این 3 تا رو ببریم. 5-6 بردیم اینو. او نمیشه، ما قهرمان نشدیم. ما 70 امتیازیم، اونا 80 تا. 2 تا بازی بیشتر نیست، قهرمان نشدیم ولی دوم شدیم. دمتون گرم تا آخر ویدیو. اگه تا اینجا شدید حتما ویدیو رو لایک کنید. دمتون گرم. خدا نگهدارتون.